با درود بر شما عالی جنابان استاد مانی و استاد یغمایی نازنین و یکایک بینندگان وفادار رادیو و تلویزیون مانی، عرض سلام علیکم هم دارم خدمت یکایک مسلمانان عزیز. امیدوارم یک بار به مطالب ما به عنوان یک پژوهشگر، به عنوان کسی که دشمنی با اسلام نداره نگاه بیاندازید. هدف ما جناب مانی، من همیشه این رو عرض میکنم، من میپذیرم بسیاری از مسلمانان کتاب‌های اساسی دینی خودشون رو نخوندن. همین افراد پیرامون ما هم زندگی کرده بودن، خانواده ما، دوستان ما، بستگان ما، کمترین آشنایی رو با این کتاب‌ها داشتن، حتی نام بسیاری از کتاب‌های تاریخ اسلام رو نشنیده بودن. خب من به اونها حق میدم آنچه که قرائت رسمی بود از بلندگوها در اختیار اونها قرار می‌گرفت و باور کنن. اما امروزه همانطور که فرمودید با این حجم ارتباطات دیگر قابل پذیرش نیست که یک مسلمان با شنیدن این مطالب کماکان به همان اعتقاد قبلی خودش بماند بدون اینکه خدشه‌ای بر او وارد بشه. یعنی عرض من این است که اگر امروز سخنان ما که روشن کننده بسیاری از مطالب هست نتواند یک مسلمان رو بیدار بکنه، باید به قدرت معرفتی او شک کرد. یعنی باید پرسید که خب اگر از منظر شما شاخصه های یک انسان مدرن، یک انسان متمدن، یک انسان اخلاق مدار چنینه، خب ما شواهد نقض اون رو هم ارائه میکنیم. آیا شما کماف سابق به دنبال همان اعتقاد هستید؟ اگر بگوید بله، باید به این قدرت معرفتی شک کرد. و این کاری است که ما میخوایم انجام بدیم. یعنی افراد فکر کنند، نه اینکه آنچه که من میگویم رو طابق النعل به نعل بپذیرند. ما سعی میکنیم از منابع دست اول تاریخ اسلام استفاده کنیم. شما اگر این سریال هایی که حتی ساخته میشه، یعنی حالا مختارنامه یا سریال های دیگری که مسلمانان میسازن نگاه بیاندازی، حالا من مختارنامه رو عرض میکنم به این دلیل که این سریال همیشه در این ایام محرم پخش میشه از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی و شبکه های دیگر. مشاور مذهبی و تاریخی این سریال آقای رسول جعفریان که ما بارها از ایشون مطالبی رو خواندیم و ارجاع دادیم و در انتهای این فیلم هم اشاره میکنه، منابع رو میآوره، تاریخ طبری رو میآوره، مروج الذهب مسعودی رو میآوره، تاریخ یعقوبی رو میاره، تاریخ کامل ابن اسیر رو میاره. خب اینها منابع تاریخ اسلام هستن. یعنی شما اساسا نمیتوانید بدون دانش در این خصوص اظهار نظر بکنید. پس آن مطالبی که ما ارائه میکنیم از روی منابع تاریخی است که دست اوله. طبیعتا در این منابع اشتباه و درست هم وجود دارد، اما ما همه اینها رو در کنار هم قرار میدیم با استفاده از روایات، با استفاده از آیات قرآن و با استفاده از قدرت تعقل ببینیم که چگونه بوده است و خودمون بتوانیم نشان بدهیم که این پیامبر اسلام یک انسان اخلاقی و اخلاق مدار بوده یا اینکه آن گونه که جناب یحیی‌زاده عزیز سرور گرامی من فرمودند تو دل برو بوده است. یعنی در واقع میخوام ببینیم چگونه بوده که میتوان به این پیامبر یا اعتقاد داشت یا او رو نقد.